فراوان به ملت عزیز ایران هر جای دنیا که زندگی میکنین، چی در ایران، چی در اروپا، چی در امریکا. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه، به زیر سایه خداوند عزیز ما باشین. امیدوارم که نشستین برنامه ما رو دارین میبینین، به چاییتون به راست یه چایی وردارین، بشینین کلام خداوند بشنوین و از کلام خداوند لذت ببریم به رای زندگی رو که خداوند به ما نشون میده. خب شمالین عزیز، شما چطورین؟ شما هم خوبین؟ امیدوارم که همه شما دلتون شاد ببون، همیشه شاد و خندون ببین در زندگی، همیشه سرزنده ببین. امیدوارم که گیلون زمین به شمال ایران که خیلی هم خوشگل و پاینده ببون، به ملت شمال که با ایران در آمیخته ببو، به ایران ما، شمال ما، جنوب ما، غرب ما، شرق ما، همه یکی. امیدوارم که همه جای وطن ما همه در صلح سلامتی زندگی بکنن. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم، بیایم خدمتتون. اینم بگم که کارگردان عزیز ما یاسر جان است که ممنونیم ازش که ما رو روی ایر میاره، به زحمت بسیار میکشه، واقعا ممنونم ازش. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای یه برنامه دیگر خداوند، یک وقت دیگر که به من دادی پدر جان. شکرت میکنم، تمنا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح دلها رو آماده بکن ای خداوند، قلبها رو آماده بکن تا وقتی کلامتو میشنون ای قدوس، به زندگی هاشون کلامت تأثیر بذاره ای خداوند، به حقیقتن تو خدای زنده رو بشناسن ای روی پاک مسیح خداوند. برنامه من تحت کنترل و هدایت و حمایت خودت قرار بده و هرچی از زبانم بیرون میاد ای قدوس، نام تو رو جلال بده. شکرت میکنم برای این برنامه، شکرت میکنم برای بینندگان ای خداوند. همه اینا رو به نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. خب امیدواریم که همه شما خوب باشین هر جا که هستین. البته تو اروپا الان شبه، البته شب هم نیست تو اروپا، الان فکر کنم 6-8 ساعت جلوتر بریم میشه 9-8-17، نه 5 بعد ظهره. ولی ایران الان ساعت 9 شبه. به امیدواریم که اینقدر اینترنت قوی باشه که از فیسبوک ما رو ببینین، فیسبوک لایف داریم میریم. ما شعر ما رو بخونیم بعد. میگه گفتم ای مسیح نیازم به توست، گفتم ای مسیح امیدم به توست، از عمقای وجودم گفتم مسیح امیدم به توست، نیازم به توست. ای مسیح من، ای مسیح من، ای خداوندم، نیازم به توست، امیدم به توست. پروازم در زندگی از فیض توست، نیازم امیدم از روی توست. ای مسیح من، ای مسیح من، ای خداوندم، نیازم به توست، امیدم به نگاه توست، به دستای پرمهر توست. ای مسیح من، ای مسیح من، ای ناز من، ای امید من، ای امید من، پرواز من از توست. ای مسیح من، ای خداوندم، شکرت گویم، شکرت گویم، ای خداوندم، ای مسیح من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه که میدونم کلام خداوند اینقدر سرزنده است که به زندگی ما روشنی میبخشه. خب قبل از که درس رو آغاز بکنیم، هرچی هم دلم میخواد که از اول درس رو شروع بکنم، تا چون برنگی برنامه ما همش 55 دقیقه سری میره، هیچی بهتر از اینکه درس شروع بکنم و با درس صحبت بکنیم بهتره. ولی اینقدر دیگه ایران وضعیتش خرابه، آدم دلش میسوزه، واقعا دلش نمیاد که چند نکته از ایران نگه. آقایون تبل جنگو میزنن و میخوان که جنگ بشه، چون خمینی در اول انقلاب گفته بود که جنگ نعمت است. البته حال با اول انقلاب خیلی فرق میکنه، چون اون موقع اسلام هنوز، مردم اسلام رو نشناخته بودن و ایدئولوژی اسلامی رو قبول داشتن، به خاطر همون میگفت جنگ نعمت است. ولی الان فکر کنم جنگ بشه ملت
بر علیه خود رژیم پا میشه، به هیچ جنگ هم نمیکنه. چون برای اینکه ملت که دوست نداره زندگیش از بین بره، کشورش از بین بره، در اقتصاد بد که هست، کلا زندگیش که اوضاع احوال خوبی نداره، جنگ هم بشه، ایران نابود بشه، بعد از اون 10 سال باید بمونیم تا بتونیم دوباره آباد بکنیم تمام این خرابی ها رو. اگه تازه بتونیم، اینقدر خرابی این 40 سال اینا آوردن، این رژیم جمهوری اسلامی، که فکر کنم 10 سال فقط اون خرابی های اینا رو باید درست بکنیم اگر همه دست به دست هم بدن. امروز اون فرمانده ارتش که نه، فرمانده سپاه اون اسلامی کیه که پسرش هم توی ساندیاگوی آمریکا جواهر فروشی داره، اینا فرزندان خودشونو با اون پولا میفرستن، دزدی میفرستن اینجا به سر سامان، بعدن بر علیه آمریکا هم پا میشن. خیلی هم الان اینجا هستن بر علیه آمریکا صحبت میکنن. من یکی خودم کاری به هیچ کس ندارم، من که اومدم اینجا تو کشورم اینقدر توجهی به من نمیکرد، دولتش هیچ توجهی به ملتش نمیکنه، اینجا اومدیم کلی دولت آمریکا نمیدونم هر چیزی خواستیم به ما دادم. اول اومد بیمه به ما داد، کمک به ما کرد تا بتونیم سر پای خودمون بایسیم. دولتی که به قول خودمون غریبه است، دولتی که همه اونجا دارن میگن مرگ بر آمریکا. البته ملت که نمیگه مرگ بر آمریکا، رژیمی که میگه مرگ بر آمریکا. مثلا کمونیست ها اینجا هستن جلو دوربین ضد امپریالیست چونینی میگن، هی میگن من نمیدونم آمریکا اینجوریه، آمریکا اینجور جنایت میکنه، آمریکا اونجور جنایت میکنه. بابا تو در ایران خودت اگه باشی یک کلمه نمیتونی مخالف صحبت بکنی. تو این کشور اومدی همه مزایا رو استفاده میکنی، بعدم بر علیه این کشورم هستی. اینی که تو دانمارک این اسلامی ها اومدن اونجا پناهنده شدن، یک صف طولانی بر روز دیدم توی این سایدهای مجازی میگفتن که آقا شریعت اسلام رو میخوایم اینجا پیاده شه. آقا مردک زنک، تو که اومدی اینجا یا اومدی تو کشور اروپایی از مزایاش داری استفاده میکنی، بعدم میخوای که اونجا نمیدونم شریعت اسلام هم پیاده بکنی. خود تو مملکت خودت میبودی دیگه، هم شریعت اونجا هست هم اسلام اونجا هست، دیگه چرا اومدی؟ اگه دوست داشتی در کشور اسلامی زندگی بکنی، خود در کشور خود زندگی میکردی، بس خوشت نمی اومد از قانون اسلام، از حکومت اسلامی که اومدی در یک حکومت سکولار زندگی بکنی، آزاد زندگی بکنی. ما ملت اصلا دنیا، مردم دنیا نمیدونن چی میخوان. ببخشید، در کشور خودشون هستن ناراضیان، میان در یک کشور غریبه به اینا جا میدن، اینجا میان وقتی جا میفتن تازه میخوان قانون کشور خودشون اونجا پیاده بکنن. واقعا که امروز به قول اون مرده میگم فرمانده سپاه داشت میگفت که ما موشک داریم فلان میزنیم این میزنیم. آقا تو 4 تا موشک هم زدی، 10 تا موشک هم زدی، یک تا ناو هم از بین بردی، ولی میدونی ایران چقدر خراب میشه؟ کی این خرابی های ایران رو باید درست بکنه؟ بعدن تبل جنگ میزنی نی مردم، اقتصاد به اون بدی، هیچ کس نه کار داره نه پولی در اونجا وجود داره. ملت ما 7 میلیون آدم اومدن گفتن بنزین داره گرون میشه، اومدن پیته بنزین آوردن که اونجا بنزین 60 لیتر 70 لیتر بنزین بزنن. صف طولانی که بنزین بزنن، چون بنزین داره مثلا پایین روز دیگه گرون میشه. بابا عوضی که 7 میلیون بیاین تو صف وایسین برای بنزین 60 لیتر بنزین یک هفته دیگه تموم میشه، 7 میلیون بیاین بیرون بگین آقا رژیم ما تو رو نمیخوایم که هر دقیقه این کارا رو داری میکنی، میرین تو صف میمونیم. مرده تو صف یه دونه، خود رادیو و تلویزیون ایران بعضی موقع طنزهایی درست میکنه که بر علیه حکومت، بر علیه دولته. مرده توی صف واسطه بود، خبرنگار ازش میپرسه خب این
طنز تلویزیونی بود، میگفت که تو چرا صف باز زدی؟ گفت که صف خیلی خوبه، برای اینکه ما 40 سال عادت کردیم که تو این صف منظم وایسیم و همیشه هم صف میمونیم چند ساعت تا مقام بیاریم در این صف. یعنی مسخره داشت میکرد. اون یکی میگه آقا تو چرا اینجا صفی؟ میگه صف خیلی خوبه دیگه، هر جا صفه آدم میره اونجا میمونه، من سعی میکنم ساعت 2 شب بیام در این صف اول بشم. این همه مسخره هم اینا رو میکنن، اینگار نه اینگار ملت ما هم که خوابیدن، ملت ما هم بی تفاوت از همه چی. حرف هم بزنی میگه آقا اوضاع خرابه، وضع خرابه. در وضع خراب، اوضاع خراب، مثلا من یه جا دارم کار میکنم میبینم صاحب کار من به من پول خوب نمیده، مزایای خوب نمیده، کارم از من زیاد میکشه، خب از اونجا میام بیرون دیگه، میرم یه جای دیگه کار میکنم. وقتی در مملکتی که حکومتی که 40 سال داره به من ظلم میکنه، نابود کرد، کش، زد، خورد، دزدی کرد، کشور من نابود کرد، خب همه پا میشن میایم توی خیابون میگیم آقا ما این نمیخوایم دیگه. نمیتونه 10 میلیون 20 میلیون آدم رو به رگبار ببنده که. بله اگه 100 نفر 200 نفر 1000 نفر 5000 نفر بیاین، 10000 نفر بیرون بیاین، شما رو سرکوب میکنن. ولی اگه همه بیاین که شما رو سرکوب نمیکنن. این اوضاع کشور ما، مقصر خود مایم. اول مردی میگی بنزین گرون شده، عوضی که اعتراض بکنه آقا چرا بنزین باید گرون بشه، نباید گرون بشه، همون میره صف میمونه، 7 میلیون آدم میرن صف میمونن که 60 لیتر اضافه 50 لیتر اضافه بنزین بگیرن که یک هفته داشته باشن. خب یه هفته دیگه تموم میشه این بنزین دیگه. ای خدا چی بگیم از دست کی بگیم واقعا. ولی چقدر خوبه که این با این اسلامی ها وقتی صحبت میکنی، مثلا اون روز با یه نفر اسلامی صحبت میکردم میگفت که شراب حرومه. گفتم اگه شراب حرام است خب تو بفرما که مگه خدا اون موقع خودش یاد نداد به نوکی آقا تو این رز درست بکن، اینجوری انگور بگی، اینجوری شراب بگیر؟ مگه قرآن تو نمیگی میری اونجا توی اون دنیا شراب نام میخوری؟ چطور بعد اینجا شراب حرومه اونجا حلاله؟ میگی کی اینا رو گفته که شراب حلاله؟ میگم که مثلا توی کتاب مقدس نوشته در عهد، میگه آقا اینا همه کتابای هرج مرج من در آوردیه، در صورتی که قرآن رو از همین عهد عتیق کتاب مقدس برداشتن، یه رنگ برگی زدن، چند تا آیه رو اضافه کردن، چند تا آیه من نمیدونم فلان کردن تون گنجوندن تو اون قرآن. اسلامی که پیغمبرش میگه همه میریم به جهنم در سوره 71 مریم، پیغمبری که نبی نبوده اصلا، هیچ نبوت نداره، بعد منو که تو اسلامی هستیم اینقدر گلومو داریم پاره میکنیم، کی به اسلام ایمان آوردیم خودمونم نمیدونیم، ولی کورکورانه داریم چیزی رو جلو میدیم که از خدا نیست. باید بدونیم که اسلام از خدا نیست، یک دونه نبوت توش نیست. نبوت یعنی اینکه تو از نبی بیاد، پیامبر خدا، که از آینده یه چیزی بگه که آینده همچی چیزی بشه. مثلا بگه فردا رعد برق میشه، فردا اینجا مثلا اینجوری میشه، اون انجام بشه. اینه میگن نبی که نبوت کرده. ولی پیغمبر اسلام نبوتی نداشت که. نبوتش این بود که خدا میگه به من گفته که زنای دنیا برات حلالن، فقط کمر به پایین. اون خدایی که اون میشناسه فقط برایش خانم میآورد. مردم ما از بس که در این 40 سال دروغ شنیدن، از بس که ریا و کلک و دیدن، به واقعیت‌های زندگی نگاه نمی کنن دیگه. با همون دروغ و کلک و 40 ساله دارن میرن جلو. امروز من میخوام از افسسیان 5
باب 5 از آیه 1 تا 19، با امید خداوند اگه وقت داشته باشیم براتون بخونم، به با هم کلام خدا رو میخونیم به ببینیم خدا به ما چی میگه. هیچی بهتر از کلام خدای زنده نیست. ما باید خدای واقعی رو بشناسیم. وقتی خدای واقعی رو میشناسیم میدونیم که این خدای واقعی چیزهایی که به ما میگه واقعا برای زندگی ما در هر وقت در هر زمان مفیده، نه چیزهایی که عیسی مسیح میگه پیغمبران دروغین میان که ایده بسیاری رو برای گناه میکشن، ایده بسیاری برای انحراف میکشن، که همین اسلام 1,400,000,000, 200,000,000, 300,000,000 آدم پشت سر این دارن میرن. به خصوص خانمایی که اسلام قبول دارن، اسلام هیچ گونه برای زن ارزش قائل نیست. چی اسلام نمیدونم قبول دارن خانما، نمیدونم. هیچ جایی نداره خانم در اسلام، نه در این دنیا نه در اون دنیا. هرچی هست برای آقایونه. میگه زندگی در نور و زندگی در تاریکی. میگه همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید میکند، شما نیز در هر امری از خدا سرمخش بگیرید. کدوم خدا؟ خدایی که وقتی کلامشی میخونی بهت رای زندگی رو نشون میده، بهت رای روشنایی نور نشون میده، چیزی بهت تعلیم میده که در زندگیت مفید باشه. نه خدایی که بگه اگه یک نفر افکار تو رو نداشت بزن گردنشو بکشش قلقمش بکن. نه، خدا پدر مهربانی است که به فرزندانش تعلیم درست میده. رای انحرافی به بچهش نمیده، میگه این رای انحرافی رو برو مثلا برو بچه برو تو دزدی بکن تا پولدار شی. این کار نمیکنه یک پدر مهربان، یک پدر خوب. میگه نسبت به دیگران پر از محبت باشید و در این زمینه مسیح الگوی شما باشد. اینه یک پدر مهربان، یک خدای عادل، یک خدایی که سازنده تمام کائنات، سازنده انسان هاست، به وجود آورنده انسان هاست، باعث اینجوری صحبت بکنه. میگه نسبت به دیگران پر از محبت باشید و الگویتون عیسی مسیح باشه که جان خودش هم داد برای گناهان بشر، برای من و تو شکنجه شد، روی صلیب رفت، مرد، زنده شد بعد از اون. اینجور تعلیم میده یک خدای واقعی، پدر حقیقی اینجوری تعلیم میده بهت. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که انقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد. دیگه من و تو نریم گوسفند سر بزنیم، خروس سر بزنیم، گاو سر بزنیم، خون اونا رو بریزیم. نه، میسی میگه یک بره عیسی مسیح خودش را قربانی کرد که مقبول خدا بشه، که ما از گناه ها رها بشیم، ما از گناه ها آزاد بشیم. دیگه به این شریعت، آخه شریعت نمیدونم، شریعت خوب خوبه، قانونیه که به نشون میده که تاریخ خطا میکنی تو، ولی شریعت منو به اون خدا که نمیرسونه، چی منو به اون رای اصلیم نمیرسونه. مثلا من 17 رکعت نماز میخونم، بعدن 10 دقیقه دیر میشه میگم وای غذا شد. غذا یعنی چی؟ اگه من میخوام دعا بکنم با خداوند،
در هر لحظه در هر وقت میتونم دعا بکنم. حتما نباید سر ساعت 5 باشه، سر ساعت 3 بعد ظهر باشه یا 12 ظهر باشه. این خدا اگه واقعی باشه هر جا من دعا بکنم دعای منو میشنوه. در ماشین، در سر کار، در ورزش کردن، در قدم زدن، در نشستن، هر جا دعا بکنم این خدا واقعی باشه صدام میشنوه. پس نباید حتما سر ساعت نمیدونم فلان برم، سر ساعت مثلا 4 بعد ظهر در یک مثلا مسیری وایسم که حتما در مسیر شرق یا جنوب باشه یا غرب باشه، حتما یا رو به خانه ای باشه من بخونم خدا رو دعا بکنم. نه، خدا همه جا دعای شما رو میشنوه اگه شما دعا بکنید. مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان ما را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. برای اینکه ما رو به رای میاره که نه دیگه شریعت، نه رای سخت به خدا برسیم، خیلی آسان. گناه های خودمون اعتراف میکنیم که آقا من شاپور نوعی گناهکارم، به عیسی مسیح به خاطر من اومد روی صلیب، رفت صلیب کشیده شد، خونش ریخت، مرد، زنده شد بعد از 3 روز تا من شاپور نجات پیدا کنم، تا من انسان نجات پیدا بکنم به خون عیسی مسیح. همین، خیلی راحت. نه ریاضت میخوام بکشم، نه سختی داره، نه هیچ. فقط از کارهای گذشته که خطاکار بودم بایستی دیگه اون کارها رو نکنم. یک آدمی باشه مثل انسان خوب، انسانی که محبت میکنه به همه، انسانی که مورد قبول پدرش مادرش باشه، پدر انسانی که مقبول خدا باشه. یک پدر وقتی میبینه فرزندش تحصیلات داره، تربیت خوبی داره، رفتار خوبی داره، کردار خوبی داره، گفتار خوبی داره، میبینه محبتش زیاد نسبت به مردم، کمکش به مردم زیاده، همه نو میبینیم بچه خوبه، اینجاست که پدر خوشحال میشه، ذوق میکنه که من فرزندمو خوب تعلیم دادم. نه که دین اسلام بیاد من تعلیم بده من برم آدم بکشم. هیچ پدری نمیاد تو رو تعلیم بده برو آدم بکش، برو دزدی بکن، برو خرابکاری بکن. هیچ پدری همچین کاری نمیکنه. اگه اون پدر این کار کرد اون پدر نیست، اون اصلا نمیفهمه انسان انسانیت یعنی چیه. میگه هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی افتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. تا آیه 2 خوندیم هنوزا، ولی دیگه وقت اینقدر کمه، بریم یه سرودی گوش بدیم برگردیم به شما. در محفلی ز عاشقان عروس این سرا منم، داما تویی از آسمان، عطر خوش پرستشم، پیشکش به تو شاه شاهان. منجی من خوش آمدی، شادی سوی کنار من،
ملت عزیز ایران. به هر حال وقت اینقدر کمه، ما گفتیم تا آیه دو را هنوز درس دادیم، رفتیم تو سرودکلی، میگه نیم ساعت رفت، بریم که یک سره روی درس بریم. بهترین چیزی که کلام خدا رو بشنویم و از کلام خداوند چیزایی یاد بگیریم که برای زندگیمون واقعا فایده داشته باشه. داشتیم از افسسیان 5 زندگی در نور و زندگی در تاریکی صحبت میکردیم که پولس رسول در این رابطه صحبت میکنه که چجوری بایستی ما در عیسی مسیح نور باشیم و در از تاریکی ها بیایم بیرون. تا آیه 3-2 رو خونده بودم که میگه عیسی مسیح، بذار اینو بخونم فقط دیگه چون شرشو دادم. میگه همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید میکند، شما نیز در هر امری از خدا سرمخش بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان ما را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطری خوشبو بود. تا اینجا گفتیم. میگه هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی، شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. بالا میگه که مثل مسیح الگوی شما عیسی مسیح باشه که تعلیم میداد چجوری زندگی میکرد، مثل مسیح باید زندگی بکنین. پایینش میگه که آقا بی‌عفتی، گناهانی مثل طمع‌کاری، شهوترانی میگه وجود نداشته باشه در میان شما، شمایی که بخصوص اومدین به عیسی مسیح ایمان آوردین. میگه چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنین تهمتهایی به شما بزند. وقتی منی که از خودم اطمینان دارم، پاک دارم زندگی میکنم، بس سعی نمیکنم که مردم نسبت به من پشت سر من همچین صحبتهایی بکنن که آقا فلانکس طمع‌کاره، فلانکس شهوترانه، فلانکس مثلا بی‌عفتی میکنه. باید زندگیم وقتی به مسیح بخصوص ایمان آوردم، باید زندگیم نشون بدم که عیسی مسیح چنان که زندگی میکرد، زندگی منم پاک شده، مثل اون زندگی میکنم. هرچند در این دنیا نمیتونم مثل عیسی مسیح باشم، ولی سعی میکنم هر روز ذره بهتر از دیروز باشم. هر انسانی باید سعی بکنه که بدی ها رو از خوش دور بکنه، برای اینکه توی یک دنیای سقوط کرده هستیم که شما اگر انسان خوبی باشید، مردم شما رو قبول نمی کنن، شما رو رد می کنن. ولی اگر انسان بدی باشید، مردم بیشتر شما رو قبول می کنن. چون در زمانی هستیم که همه به همه نارو زدن و دوست دارن، کلک زدن رو دوست دارن، میگن زرنگه بابا، اون زرنگه. در صورت که نمیگن که بابا انسان بایستی به هموطن خودش، به همسایه خودش، به رفیق خودش، به خانواده خودش تعهدی داشته باشه، نه هر کاری که دلش بخواد، هرچی تو فکرش اومد همون کار بکنه. باید یه ذره آدم انسانیتی زندگی بکنه، انسانی زندگی بکنه. بعضی موقع شما از حیوانات میبینید درس میگیرین. یک حیوان چجوری، یک میمون دیده بودم که شکارچی اونو تیر زده بود داشت میمرد، ولی در لحظه اون آخر حیوان بچه کوچک داشت، اون بچهش گرفت داشت شیر میداد این مادر. یکی دیگه دیدم در رودخانه یه بچه آهو داشت میگذشت، بعد یک امین چی میگن کروکودیل از این اومده بود که اونو بگیره، مادره دید که بچهش داره میگیره، خودش زودتر اومد
جلو اون کرگدیله که کرگدیل مادر بگیره، وفاداری مادر بود که بچهش نجات بده. ما الان انسانهایی شدیم که به هم نارو میزنیم، پسر برای پدر نارو میزنه. چند تا نمونه من خودم در شهر خودم دارم که پسر به پدر، پسرها به پدر نارو زدن، پدر حتی خودکشی هم کرده. چجوری با یه پسر که پدر این همه زحمت میکشه برای فرزندانش، پسر بیاد نارو بزنه برای مثلا یه پول اضافه ای که مثلا اون، خب اون پولی که پدر اگه بمیره اون پول مال فرزندانشه. میگه چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنین تهمتهایی به شما بزند. گفتار کثیف، سخنان زشت، شوخی های خلاف ادب شایسته شما نیست، به خصوص اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن. به جای اینا با یکدیگر درباره نیکویی های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید که خدا شما را تبدیل کرده، دست بر زندگیتون گذاشته، به زندگیشتون عوض شده. دیگه تو اون شاپور، شاپور قدیمی نیست. بالاخره وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری بایستی نشون بدی که تغییری در زندگیت انجام داده شده. میگی این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی عفت و ناپاک و تمکار نیست. بله، کسی که به مال و ناموس دیگران تمه دارد بت پرست است، مثل این آخوندا، مثل این دولتمندای ایران که به مال و ناموس مردم طمع دارن، به هر دقیقه دارن هم اونا رو میکشن هم میدزدن، طمعشون هم تمومی نداره. زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارن. خدا خدا میگن، ولی کدوم خدا؟ اون خدایی که اونا میپرستن اون خدا خدا نیست. چون خدایی که میگه توسط پیغمبرش همه برین جهنم، یا اون خدایی که اونا میپرستن میگه برای محمد معذرت میخوام بچه 6 ساله رو حلال میکنه براش، برو با هم بخواب، تمام زنا رو برای اون میاره میگه برو با هر کس دوست داری بخواب، اینا نیست. ممکن است بعضیا بکوشند برای این گونه گناهان بهانه‌هایی بتراشند، مثل این اسلامی ها که همیشه بهانه و تبصره دارن، صیغه بکنن فحشای اسلامی، نمیدونم دزدی های قانونی، دروغ های قانونی. برای این گونه گناهان بهانه‌ای بتراشند، اما شما گول این اشخاص را نخورید، زیرا کسانی که مرتکب چنین گناه آنی میشوند زیر خشم غضب خدا هستند. امروز هم بتن فکر نکن اونایی که دارن میدوزن میکشن میخورن از غضب الهی دورن، نه، امکان دارن این چند سبایی بگذرونن، ولی اون خالخالی یادتونه چقدر آدم کشت؟ وقتی داشت میمرد به کرم افتاده بود، بدترین مرگ دارن اینا وقتی دارن میمیرن. اگر هم میبینی یعنی باید همینجوری میمیری میره، ولی بدون که اون دنیا خیرش میگیرن. یه نفر اونجا نگه که آقا وعده این دنیا رو ما داریم، الان وعده اون دنیا رو میدی، اونجا رو نمیگیرن. این دنیا خیلی زود گذره، چشم به هم میزنی 70-80 سال میگذره، ولی جایی که تو میری پیش اون قاضی عادل میری، وقتی قضاوت میشی باید بری جهنم، اون موقع حالید میشه که مادام العمر بایستی زجر بکشی اونجا، نه با اسید و با نمیدونم آتش، نه، همون که تنها باشی در یک بیابانی در یک اتاقی کافیه، خود دیوانه میشی، روزی 100 بار میخوای بمیری ولی نمیتونی بمیری.
اونجا دیگه اینجوری مرگ دیگه وجود نداره. با این قبیل افراد نشست و برخاست هم نکنید. درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود. اینا رو برای اون مسیحا میگه، اونایی که مسیحی شدن. اما حال پر از نور خداوند هستید. میگه پر از نور هستید که مسیح تعلیمی که به شما داد، پر از نور خدا روح القدس در شما داره کار میکنه. وقتی میرین بی عفتی میکنین، اونایی که به مسیح ایمان داره، وقتی میرین زنا میکنین یا تمعکاری و بی عفتی اینا میکنین، خود روح القدس در شماست، روی خدا در شماست، محزون میشه. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان داد. اگر چنین نوری در وجود شما شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. اگه منی که ادعا میکنم به عیسی مسیح ایمان آوردم و از همه بدیا بدورم، باید اعمالم نشون بده همچی چیزی رو، که ببینم واقعا من تغییر کردم یا نه. بکوشید دریابید چه چیزهای خداوند را خوشنود می سازد. به دنبال لذتهای بی ارزش گناه به تاریکی نروید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگی آشکار شود. وقتی شما یک نفر در مثلا یک تعداد 10 نفره هستین، اعمال و رفتار و کردارتون خوبه، محبت داریم به اونا، وقتی شما یک نفرین، نورتون اونجا معلوم میشه، در اون ظلمت و تاریکی معلوم میشه. اینی که اتاق تاریکه، شما برق وقتی روشن میکنی اونجا روشن میشه. شما میگی مثل نوری هستین. وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید، بایستی اون نور باشید که اعمال رفتارتون رو مردم ببینن، واقعا ببینن که شما زندگیتون عوض شده، 180 درجه فرق کرده، دیگه اون آدم قبلی نیستید و از آرامش خداوندم دارین در خودتون. خودتون آرامش دارین. میگه زیرا کارهای زشتی که خدا نشناسان در تاریکی انجام میدن، حتی ذکرشان هم شرم‌آور است. چرا در تاریکی؟ برای اینکه هر کی میخواد خلاف بکنه همیشه میره در تاریکی که کسی اینا رو نبینه. اگه اون خلاف خوبه، در روشنایی این کار میکنی دیگه، بس اون خلافه، بده، زشته که شما در تاریکی میکنی که کسی نبینه. پس خودتا میدونین که اون اعمال بده که در تاریکی انجام میدین. اما اینگامی که نور شما بر گناهان ایشان میتابد، زشتی آنان دیده میشود و متوجه میشوند که چقدر در اشتباهند. وقتی شما یه جایی هستین، سلامت دارین کار میکنین، محبت دارین و کمک میکنین به اونا، اونا خودشون تشخیص میدن. خب اینم مثل ما انسانه، یه الان زندگی چرا اینقدر خوب تغییر کرده؟ بس به یه جایی بندی که اینجوری شده، اون بند که عیسی مسیحه که ما به اون بندیم، از قدرت و قوت اون داریم کار میکنیم. اینی که در اون کار یه جا کار میکنم، به من میگه یه نفر 8 نفر اومده بودن آخر شب، گفتن که امریکایی بودن، گفتن یه زنه بود که میگفت که من اینجا پر از روحای شریره. گفت شما نمیترسین؟ گفتم نه. گفت من چون عطایای دیدن روحای شریر دارم. گفتم نه نمیترسم. گفت چطور نمیترسین؟ گفتم برای اینکه کسی در من زندگی میکنه که بالاتر از اون شریر هست. گفت اون کیه؟ گفتم عیسی مسیح اون. و اون موقع گفت اوه هللویا، اونا مسیحی بودن، چون مسیحی بود این عطایا رو داشت که روحای شریر میدید. وقتی شما
عیسی مسیح ما میارین، قدرت روح القدس در شما اینقدر زیاده که نه ترسی دارین از روحای شریر، چون روحای شریر نمیتونن وقتی شما به مسیح ایمان دارین و از قدرت روح القدس در درون خودتون استفاده دارین میکنین، هیچ روح شریری نمیتونه به شما آسیب بزنه. از طریق دیگه میاد یه کاری انجام بده، ولی مستقیم نمیتونه روح شریر بیاد جلو تو کاری انجام بده، چون قدرتی که در تو از قدرت خداست، نور خداونده، روح القدس و روی خداونده که اون هیچ وقت نمیتونه جلو تو بیاد. میگه وقتی شما این اعمال و رفتار شما رو ببینن، خیلی از اشتباهات خودشون برمیگردن و میان مثل شما بشن و میان به مسیح ایمان میارن. اینجاست که اعمالتون کاری کرده که مردم شما رو نگاه کردن، به طرف شما اومدن، به طرف نه شما، به طرف عیسی مسیح اومدن که زندگی مثل شما داشته باشن. چقدر خوشحال کننده است من وقتی ببینم زندگیم خوبه، کسای دیگرم میام مثل من زندگی بکنن، برای خودم قوت قلبه. اون قوت قلبه هم کیه؟ که از خداست. وقتی یک آدمای دنیوی اینقدر اعتماد و قدرتشون نفسشون زیاده، منی که قدرت از خدا میگیرم چرا اعتمادم باید کم باشه؟ قدرتی که تمام کهکشان، تمام دنیا در دستای اوست، وقتی اون به من قدرت میده، من چرا بایستی اعتماد نفسم کم باشه؟ میگه از این روز که خدا در کتاب آسمانی میفرماید، ای که تو خوابیده ای، بیدار شو و از میان مردگان برخیز، به نور مسیح بر تو خواهد درخشید. اونی که میگه امروز تو در خوابی، یعنی اینکه هیچ اطلاعی از عیسی مسیح نداری، میگه بیدار شو و عیسی کلام عیسی مسیح رو بخون، نور عیسی مسیح رو بگیر در زندگیت، تا زندگی تو هم پر از نور باشه، تا زندگی تو هم پر از سلامت و آرامش باشه. پس میگه مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی میکنیم. حقیقتا در روزهای دشواری داریم زندگی میکنیم، که همینی که گفتم، وقتی شما سالمین و سلامت دارین زندگی میکنین، هیچ کس شما رو نمیپذیره، شما رو پس میزنن. موقعی شما رو پس نمیزنن که شما مثل خودشون باشین، میگن هم رنگ جماعت شو، مثل اونا دوز باشیم، مثل اونا نمیدونم به ناموس مردم تجاوز بکنین، دزدی بکنین، نمیدونم هر کاری که بد باشه دیگه. به خاطر آدمهای سالم زیاد این اجتماع، این دنیا قبول نمیکنه. روزهای سختیه، به روزهای آخره. کلام خداوند وقتی به گوش همه رسید، دنیا به آخر میرسه، آنچنین که خود عیسی مسیح گفت. کلام عیسی مسیح چجوری با دنیا با آخر میرسه؟ کلام چجوری به همه میرسه؟ همین رادیو، تلویزیون، ماواره، همین هایی که الان دارن اعلام میکنن، همه دارن دیگه میشنون. من اینجا هستم، تمام دنیا میتونن گوش بدن، بس همه میشنون. میگه موقعی عیسی مسیح، موقعی که کلام انجیل به گوش همه رسید، دنیا با آخر میرسه. و ایمان دارم که کلام خداوند حقیقت محضه. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده، عاقل و خرد اندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جای آورید. وقتی ما در این دنیای شریر و پر از بد داریم الان زندگی میکنیم، بایستی نور نمک این جهان باشیم، باعثی اعمال و رفتار ما از همه اونا فرق بکنه، تا نشون بدیم که ما از کی داریم پیروی میکنیم، از سرور و استادی پیروی میکنیم که
و حقیقت مزه. از خدای پیروی میکنیم که زنده است و در زندگی ما کار میکنه. و هر وقت دعا بکنیم به نام عیسی مسیح، بخصوص که دو نفر باشیم، عیسی مسیح اونجا حاضره. به شما وقتی دعا میکنین روح القدس کمکتون میکنه. قدرت روح القدس متوجه میشین. بدون تعامل دست به کاری نزنید. بلکه سعی کنید خواست و اراده خدا را دریابید و مطابق آن زندگی کنید. نه کورکورانه، نه دینی زندگی بکنیم. بعضی همین مسیحایی هستن که اینقدر افراطیان که مسیح همچین تعلیمی نداده، ولی اونا اینقدر افراد میکنن اسم عیسی مسیح هم بدنام میکنن. مثلا در روز صلیب کشیدن عیسی مسیح 3 نفر به صلیب میکشن. کی عیسی مسیح گفت خودتو به صلیب بکش مثل من که نشان بدی که من یک روز صلیب شد به صلیب رفتم؟ نه، ریاضت نمیخوای بکشید. در مسیح ریاضتی وجود نداره. خیلی ساده عیسی مسیح رو به قلبت میاری، میگی من گناهکارم، ای عیسی مسیح به قلبم بیا، بیا در زندگی من، من گناهکار نجات بدی. ایمان دارم که تو به خاطر من روی صلیب رفتی، ایمان دارم که مردی و بعد از 3 روز زنده شدی و قیام کردی. امروز تو سرور من باش، استاد من باش، خداوندم باش و رهنمای زندگیم باش. تمام شد. بین نمیگه شادی نکن، بین نمیگه زندگی نکن، بین نمیگه کاسبی نکن، نمیدونم برو یه جای بشین فقط دعا بکن. نه، خدا چرا میگه که من امروز لعنت و زندگی رو با موت جلو پاد قرار میدم؟ یک دونه رو انتخاب بکن، یا موت یا لعنت یا زندگی. خب زندگی رو انتخاب میکنی که زندگی بکنی در این دنیا با خداوند، هم سلامت زندگی بکنی. چرا نمیشه سلامت زندگی؟ هم سلامت زندگی بکنی، هم میتونی خوشی بکنی، هم میمانی بگیری. شراب میگه حرامه. کی میگه حرامه؟ یک لیوان شراب بخوری میگه مست شراب نشوید، که گزافگو نباشی، مست نشی، از خود بیخود نشی. بلا شراب برای دکتران میگن برای قلب خیلی خوبه، برای رگا خیلی خوبه، بخوای یک دونه شط کوچیک بزنی. نمیگه که یک بطر دو بطر بخور مست بشو. شراب حرام نیست. ما فتوا نمیدیم اینجا تو برو مست بگوشم، نه، ولی شراب یک ذره بخوری برای بدنت هم مفیده. میگه مست نشین دیگه، مست میگه نشین. خدا میگه مست شراب نشوید، نمیگه حرام نیست. میگه از مستی بپریز. ببین من الان به نرسید بودم به اینجا. میگه از مستی بپریز، یعنی مست نشو، از خود بیخود نشو، زیرا مستی انسان را به راهی زشت میکشاند. وقتی از خود بیخود میشی، مست میشی، هیچ چیز متوجه نمیشی، میدی کارهای زشت انجام میدی، به ناموس مردم تجاوز میکنی، کارهای دیگر میکنی، اشتباهات دیگه میکنی. بقیدی هم میگه مست نشو، در عوض از روی خدا پر شوید. شما وقتی از روی خدا پر میشین مستین، چون برای که تمام رو روانتون از روی خدا وقتی پرشه، اصلا زندگی میسی که در عالم رویا دارین زندگی میکنین. واقعا میسی که هر چیز بدی رو تشخیص میدین، هر کاری که خلاف تشخیص میدین انجام نمیدین. با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید
و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید و همراه همواره برای همه چیز خدای پدر را به نام خداوند عیسی مسیح شکر کنید. این نیست که من برم خدا را میخوام پرستش بکنم، بزنم تو سرکلم، گریه بکنم، زاری بکنم. نه، خدا را میتونیم با سرود پرستش بکنید. بخونین مثلا این سرودایی که من میسازم برای خداوند، میتونم روش آهنگ بذارم، با آهنگ بخونم. همین که سرودای پرستشی رو میبینین میخونم برای خداوند. خداوند شادی رو دوست داره که با شادی به حضور خدا بیای، نه با غم و ناله و گریه. اینی که مثلا پدری تو رو دوست داره، عاشق فرزندشه، یه دفعه فرزندش بیاد مثلا میخواد پیش بیاد پیش پدرش، سلام میگه، درود میفرسته به پدرش، زار زار گیری میکنه. پدره میترسه، میگه چی شد؟ میگه نه، من اومدم به خاطر که پیش تو توری احترام بذارم، دارم گریه و زاری میکنم، میذارم تو سرکله. بعضیا که خیلی فراتر میرن، خودشون حیوان بیدون میکنن، میرن بت پرستی در حد اعلا، میرن توی این بارگاه ها، میگن من سگ تو هستم، هاو هاو هم میکنن. انسان که وقتی شریر دست میذاره روی یک انسان، عقل شعورش رو میگیره، به اون جایی میرسه که بره برای بت خودش رو حیوان بکنه. یعنی اسلام وقتی دین خدا نیست، آدم به رای شرارت میکشونه. دینی که از خدا باشه، آدم به شرارت نمیکشه. وقتی پدر تو واقعی باشه، پدر حقیقی تو باشه، هیچ وقت تو رو به خلاف دعوت نمیکنه. ولی پدری که حقیقی نباشه، چون فرزند خواندشی یا فرزندی علکی میگه تو فرزند منی، تو رو میبره میگه بیا این هیرونی ها رو برای من بفروش، پول در بیار، برو مثلا نمیدونم چهار تا کار خلاف بکن برام پول در بیار. اسلام ما هم همین جوریه. من دارم رابطه با اسلام صحبت میکنم، شما برین خود قرآن بخونین، اگه خودتون شرم نکردین بعدا با من بگین فلان. ببینید در قرآن چیز تعلیمی داره، برای بعضی جا نوشته، اونم از کتاب مقدس عهد عتیق گرفتن که بعضی کلمات خوبم توش نوشته، چون همونه رفتن برای خودشون یه کارایی کردن. هرچی که در برای اینکه پیغمبر زنش یهودی بوده، مسیحیت هم میدونست، و به خاطری که در اون موقع پوز بده بگه شوهر من مثلا یک پیامبره، نبیه که نبی نیست، نبی یک اصلا داستان نبی فرق میکنه، به خاطر همون اینو گفته بود که محمد پیغمبره، درسته که محمد پیغمبر نبود، خیلی ها بدشون بیاد، نبود. محمد در مای حرام که خودشون دارن با هم پیمان بسته بودن که آقا مای حرام کاروانا رو نزنیم، دزدی نکنیم، ولی محمد همون پیمانم هم شکست. برین کتاب های اسلامی رو بخونین، از زبان من نشنویم، برین بخونین. ما واقعیت ها رو داریم میگیم. مثلا در سوره وقتی 71 مریم بهت میگه، محمد میگه همه میریم به جهنم، خب من چرا دیگه برم؟ آخه تو چی؟ برای چی روزی بگیرم، نماز بخونم، فلان بکنم، وقتی محمد میگه که همه میرین جهنم؟ یا رای چی رو با من میخواد محمد نشون بده؟ 6 تا زن بگیرم؟ یا خدا، عوضی که خدا رو پرستش بکنم، هر روز 17 رکعت نماز بخونم، توش بگم که اعلام بکنم که محمد رسول خداست؟ خدا رو پرستش نمیکنم، من دارم محمد پرستش میکنم، میگم محمد رسول خدا. در تمام نماز میگم فقط یه بسم الله الرحمن الرحیم میگم، خدا
بخشنده و مهربان است. بعد از اون دیگه همش محمد دارم جلال میدم. روزه مثلا ما مای روزه است، روزه میگیریم که درد بدبخت و بیچاره رو بفهمیم، نه؟ ولی نه درد بدبخت بیچاره رو نمیفهمیم، منتظریم از غروب افطار خوردیم دیگه نخوریم، اعصاب ما خورده، با همه در جنگیم که روزه داریم تا افطار برسه بریم یه شکم دیگه بخوریم. ای اگه ما مای روزه باشه بایستی تو بری اون بدبخت بیچاره ای که نداره برو دستش بگیر کمکش بکن. این ما مای کمک باشه به اونایی که بدبخت بیچارن، نه که اعصاب خود باشه برای افطاری. اینقدر غذا باید الان هی باید یه ساعت شماری دقیقه شماری میکنی که افطار میاد بری بزنی شکم پر بکنی. من روزه داشتم، ریاضت بکشی بگی من روزه داشتم. خدا میگه وقتی میخوای من پرستش بکنی ریاضت نمیخواد. اگر هم میخوای روزه بگیری، روزه اونی که بری دعا بکنی با خداوند خودت تقویت بکنی، کسایی که کمک احتیاج دارن با اونا کمک بکنی. وقتی خودت تقویت میکنی در خداوند، اون موقع میتونی که مثلا هم به مردم کمک بکنی. همین که خودتو درونتو عوض بکنی، صاف بکنی خودتو، یک انسانی بهتر باشی از اونی که بودی، بهتر باشی. بلا ما روزی گرفتن ما ریاضته. بنده روزی میگیرم ولی چی؟ ریاضت نمیکشم که. شب برای خودم، هر کسی خدای خودش یه اعتقاد داره، مثلا میگه من آم میخورم تا ساعت 5-6 بعدا غذا میخورم، ولی با کلام خداوند خودمو تقویت میکنم، دعا میکنم برای خودم، برای مردم، برای دنیا، برای این، برای اون. خدا میخواد که ما برای کسیگه، برای همدیگه دعا بکنیم، در فکر دیگران باشیم. اگه دست ما میرسه کمک بکنیم به دیگران. اگه یه نفر احتیاجی به ما داره دست دراز میکنه به طرف ما، دستشو کوتاه نکنیم. کاری نداریم رو مردرین، بعضیا مردرندن، بعضیا روی غلطاگیری میان. ولی شما که میبینین یه نفر بدبخت بیچاره است، احتیاج به کمک داره، کمک بکنیم بهش. بهترین کمک که به خودتون به خودتون بکنی اینه که 70 میلیون آدم بیاین بیرون، خودتون از این رژیم جهنمی بندازین. همین، این بهترین چیزه که بتونی یه زندگی خوبی داشته باشی. بلا اینجوری 40 سال دیگه باشیم، بهتر از این میشه؟ بهتر از این نمیشه. هر روزی که با جمهوری اسلامی باشین ها، بهتر از این نمیشه. روز به روز بدتری دارین. چون اینا میخوان قدرت خودشون نشون بدن، چون اینا میخوان رو موقعیت خودشون بمونن، رو حاکمیت خودشون بمونن و در منطقه پول بدن به حزب الله و به فلسطینیا و به یوسیا و به نمیدونم کی، افغان، نمیدونم طالبان، و که بتونن اختشاش بکنن تا بتونن حکومت بکنن. اینی که مثلا میری ماهیگیری میکنی، میری اینقدر آوار گلالود میکنی، بعدن تور میندازی دیگه ماهی نبینه، تور میندازی ماهی ها رو میگیری. این بخاطر همون مثال میزنم، میگن آب گلالود میکنن ماهی بگیرن. ما بایستی خودمون در فکر خودمون باشیم. ایرانی که امروز در فکر اینه که فقط خودش به همه چی برسه، بقیه ولش کن، کشور خودش هم کر نمیکنه، اون زندگی برای تو به درد نمیخوره. فکر میکنی که امروز مثلا شکم از سیره و شادی، فردا نوبت تو هم میشه. بس بیاین دست به دست هم بدیم، اتحاد به خرج بدیم، 60-70 میلیون، 50 میلیون آدم بیاین بیرون تا از این فلاکت بیاییم، خودمونو بیرون بیاریم تا بدترین نشه، جنگی رو نیفته،
که تمام کشور ما نابود بشه. بهترین موقع الان که شما این رژیم بیندازین، بهترین موقع. بس شما رو به خدا میسپرم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و روزهای بهتر برای همه شما آرزو دارم، به خصوص ایرانی سربلند و مردمی سربلند در که تمام کشورها ببینن که ما هم انسانهای خوبی هستیم، هم کشوری نیستیم که نابودی کسی دیگر رو بخوایم. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود تا درودی دیگر. مرسی که به ما بیننده ما بودیم.